حرکت پنجممون حرکت هستش که زانوی پای راستتون خم میشه، دستتون هم بالایه. وقتی که این زانو خم میشه میاد به پهلو، دستتون هم ترایسپ میشه، پشت بازو انجام میدین. دم بازدم. افرادی که تعادل ندارن میتونن حالا یه جایی رو بگیرن، یه صندلی جلوشون بذارن و دستشون صندلی رو بگیرن که تعادلشون به هم نخوره و پا میاد بالا، دست به همون دست راستمونم میره پشت. ببینید دست جلوتر نیست، عقبتر هم نیست، در راستای گوش هست. خب میره پشت، پامونم میاد به بالا برای عضلات پهلومون در مفیده. این یکی پایی که ثابت هستش رو سعی کنید قفل نکنید پا. یه کوچولو زانو باید خم باشه. عضلات شکم منقبض. دم بازدم. دم بازدم. حرکت همزمان برای پهلو و پشت بازومون مفیده. تو این پنج حرکت اولمون ما جلو بازو انجام دادیم، تقویت عضلات سرشونه رو انجام دادیم و برای پشت بازو هم انجام دادیم. حرکات مربوط به تقویت عضلات شکم، همسترینگ، داخل ران و چهارسر ران هم انجام دادیم. شما میتونید این پنج حرکت اول رو دو ست انجام بدید. افرادی که گفتم حالا مبتدی هستن میتونن 10 الی 12 تا حرکت رو انجام بدن. افرادی که حالا پیشرفته تر هستن 15 الی 20 تا این حرکت رو انجام بدن. برای 2 الی 3 ست هم میتونید این پنج تا حرکت رو انجام بدید. وقتی که این حرکات تموم شد، ما بین هر حرکت هم شما حدود 30 ثانیه میتونین استراحت بدید. وقتی که این ستتون کامل تموم شد، یه استراحتی انجام میدین، حالا 45 ثانیه یا 1 دقیقه انجام میدین، استراحت میکنین و ما میریم برای 5 تا حرکت بعدیمون.